خب سلام خوب باشین جادی هم من و فکر میکنم امیدوارم جا افتاد تو کلمات ولی اشکال نداره باز هم میخوایم در مورد اسنپ حرف بزنیم ولی دیگه تمرکزمون روی اسنپ فود خیلی کمه توی ویدیوی قبلی من گفته بودم که عجیبه برام که یه بخشی از هش تو دیتابیس جدا ذخیره شده بعضی دوستان نظرات خیلی متنوعی دادن ایده اصلی من این بود که خب وقتی که هاستون باشه وقتی که در واقع توی دیتابیس من یه یوزر آیدی دارم مثلا یوزر نیم دارم یا هر چیزی یه سالت دارم و بعد پسورد دارم و پسوردم هش شده من گفته بودم عجیبه که سالت همینجاست و پسورد هم جا سالت ها رندم برای یوزرهای مختلف عوض میشن اگر فقط این باشه کاربردش چیه اگر فقط این باشه کاربردش اینه که اگر شما بیان یه رینبو تیبل درست کنین یعنی هش یک رو حساب کنین هش دو رو حساب کنین هش سه هش هش و بعد هش 11, 11 12 ای 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 و هش همه چیز رو حساب کنین خب میتونین برین چک کنین که این پسورد من میدونم که هش این اینه پس اگر این رو با این مساوی دیدم میدونم که پسورد سست کافیه یه بار این رو درست کنم و بعد همه اینا رو چک کنم به فرض که میفهمم الگوریتم هششون چیه بودن سالت کاربردش این میشه که من نمیتونم این رینبو تیبل رو به راحتی درست کنم چون که این سالت فرق میکنه با سال. در نتیجه من باید برای هر خطی رینبو تیبل مخصوص خودش رو درست کنم و ببینم با این سالت چی در میاد یه قدم بهتر اینه که من یه سالتی از بیرون دیتابیس هم دارم مثلا پپر بقول دوستان دمک فلفل یه چیزی از بیرون دیتابیس هم دارم که خب میتونه توی فایل سیستم هم ذخیره شده باشه میتونه یه متغیر انوایرمنت باشه یا هر چیزی و این سالت این پپر رو یا دو تا سالتو با خیلی شور میشه با هم جمع میکنم پسورد رو اونجوری دیگه رینبو تیبل رو شما نمیتونیم با داشتن فقط این دیتابیس بسازید. انتقاد من یا نظر من به این بود که یه چیزی مثل آیدی یوزر وقتی شما دارین میتونین از سالت جدایی که تو دیتابیس استفاده میشه استفاده نکنین همین آیدی رو به عنوان سالت در نظر بگیرید حالا بحث متنوعی شد منم یه کامنتی اضافه کردم که آره داشتن سالت تمیزترش میکنه و احتمالا بهتر از اینه که آیدی رو عوض کنیم و در نهایت بعدا شاید خواستین آیدی رو کلا تغییر بدین پسورد طرف افکت نمیشه اما این بحث رو فکر کردم میتونیم ادامه بدیم اخیرا این خیلی زیاد پیش میاد که من احساس کنم که بحثا رو هی میتونیم عمیق تر کنیم و باحال تر بشه ولی قبلش یه چیز بامزه نشون بدم که یه نموداری درست کرده بودم از این در واقع نشون دهنده طول هشه یعنی یه سری هشاشون ببخشید طول آره دیگه هش پسورده یه سریشون 128 طولش یه سریشون چهل طولش که اتفاق عجیبیه که پسورداتون دو تا سایز مختلف داشته باشن اخیرا چند تاشون هم خیلی, خیلی 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 چمن در واقع 32 یه سریشون اخیرا این هم سال ایجاد یوزر خیلی با از ببینید اول که شرکت شروع شده ظاهرا یه هشی استفاده میکردن که بهشون خروجی های پسوردار رو در واقع چهل بایتی هش می کرده چهل کارکتریه در واقع اینجا از 2016 احتمالا یه سیستمی اضافه کردن که پسورداشون رو 128 تایی هش می کنه. یه دوره هم یک دوره ترانزیشن خیلی 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 طولانیه مثلا 6 ساله هم هستش که بعضی از سیستماشون این کارو میکرده بعضی از سیستماشون این کارو احتمالا مثلا وبسایتشون این کارو می کرده و اپلیکیشنشون که جدید اومده بوده این کارو میکرده و به شکل بانمه که آها یه احتمال اینه که این قبلا اسنپ فود یه چیز دیگه بود زود فود بود شاید این مثلا زود فود بوده این اسنپ فوده و نکته بامزه اینه که اخیرا یه گروهی از یوزرها خیلی خیلی خیلی, خیلی کوتاه هش پسوردشون که در واقع 32 کاراکتر بیشتر نیست و همه‌شون هم کریشنشون از توی فکر می‌کنم وب گوی یا چنین چیزی اتفاق افتاده از فرانت اند اتفاق افتاده احتمال داره یه باگی باشه بخوان فیکسش ولی مستقل از این بحث یه چیز جذاب وجود داره به اسم بیکریپت تو این ویدیو من در واقع میخوام در مورد بیکریپت با شما حرف بزنم ما تا اینجا چی رو دیدیم ما تا اینجا دیدیم که این رو یه دوست خوبی به اسم در واقع اینو معرفی نکرده بود ولی یه بحث دیگه ای رو فکر کرده بود که من فکر کنم خوبه در مورد بیکریپت هم حرف بزنیم و ویدیوها رو ادامه بدیم به اسم آی یه دوست چی یه دوست نیست که آی یه دوست توی توییتر اینو بهم گفته بودی در واقع حواست باشه که توی مکانیزم هایی مثل فکرم لاراول رو گفته بود تو لاراول پی اچ پی هم سالت دیده میشه در واقع اتفاقی که اونجا میفته اینه که مثل خیلی از برنامه های معتبر دیگه از بی کریپت استفاده میکنه من اینکه هرچی از بی کریپت استفاده نمیکرد غیر معتبره ولی مکانیزم بسیار خوبیه الگوریتم‌های های باحال هم داریم مثل آرگون و اینا مثلا یه خورده بحث داره که کدوم و کجا بیشتر خوبه ولی گفتم بیکریپت رو یه توضیح کوچولو بهتون بدم که خیلی ایده جالبیه ما تا الان چی یاد گرفتیم پسورد و پلین تو دیتابیس نگه نمیدیم. قدم بعدی این بود که گفتیم پسورد رو هش می‌کنیم هشش رو نگه میداریم که اگه به دست آورد هکر این دیتابیس رو پسوردهای ما رو نبینه خیلی هم خوب. اما مشکل این چی بود رینبو اتک بود یه جدولی که درست میشه از تمام پسورد های ممکن و هششون در نهایت من میتونم این هش رو نگاه کنم توی رینبوم و ببینم اگر اینه پس پسوردم این بوده حالا خودش این راه حل خیلی آسونی نیست چون که خیلی حجم میشه و خیلی کند میشه و ما مثلا چندین مدل هش استاندارد داریم و بقیه چیز ها. ولی در نهایت هش خوب بود. برای اینکه جلوی رینبو اتک رو بگیریم سالتو اضافه کردیم یعنی گفتیم که من میام پسورد و طرف هر چی داد خودم هم تهش یه چیزی اضافه میکنم مثلا حالا در ساله ترین مدل این رو هش میکنم نتیجهش اینه که اگر یه لیستی از همه پسوردا بود این ممکنه توش باشه ولی این محملی که من تج اضافه کردم که دیگه توش نیست چون چقدر میخواد بزرگ باشه اون رینبو تیبله در اینچه این کلش پیدا نمیشه طرفم که میخواد لاگین کنم من پسورد ازش میگیرم دوباره این محمل رو اضافه میکنم به تهش این رو هش میکنم مقایسه میکنم درسته یا نه و لاگین میکنم یا نمی. قدم بعدی این بود که من این رو دو تیکی کردم اومدیم مثلا یه سالتی تو دیتابیس بود که من میگفتم میتونه یوزر آیدی رو مستقیما استفاده کنه نیازی نیست یه رندوم باشه و دوستان میگفتن این تمیزتره قشنگتره بهتره و قبول میکنیم و در واقع من یه سالتی برای هر یوزر دارم که فرق میکنه چون اگه اینو یکی میخواست واقعا به شما حمله کنه میتونست وردار رینبوی جدیدی درست کنه اگر این رو به دست می میتونست دوباره همه یه لیست پسورد های مشهور رو به علاوه سالت شما بکن الگوریتم شما رو میدونست این خیلی چیز و این رو هشش رو حساب کنه یه تیبل خیلی بزرگ رینبوی جدیدی مبتنی بر این سالت درست کنه و بعدا چک کنه که آیا این هشی که پیدا کرده این تو هست یا نه اگر این تو هست پس این بوده سالت رو جدا میکنه پس پسورد اینه در نتیجه من واسه همه دارم یه سالت استفاده میکنم یه قدم بعدی اینه که این چیزی که اینجا میبینیم احتماله که من بیام یه پپری داشته باشم پپر برعکس فلفلی داشته باشم از بیرون یه دونه سالتی داشته باشم توی دیتابیس کنار یوزر و بعد پسورد رو بهش اضافه کنم این رو هش کنم نگردم نتیجهش چی میشه اگر هکر بخواد به شما حمله کنه باید اینو از سیستم عاملتون به دست بیاره اینو تو دیتابیس داره و ببخشید اینو تو دیتابیس داره و این رو هم هش رو هم داره حالا میتونه یه دونه رینبو درست کنه بر اساس این پپر و این سالت پپر سالت همه پسورد های ممکن رو هش کنه لیست کنه ببینه این توش هست یا نه اگر اینجا بود یعنی اینکه پسورد من اینه قسمت پپر و سالت رو جدا می‌کنه، پسورد شما اینه اونجا دنبال کنید انتظار میرم دیگه اینو برنامه نویسا دارم ببینم این مزیتش چیه این جدول عظیم و بسیار کند رو فقط برای یوزر درست کردین چون یوزر بعدی سالتش فرق می‌کنه. درسته که تو دیتابیس هست ولی شما باید دوباره رینبو تک شروع کنیم برای همون یه یوزر و این خیلی 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 سخت میکنه دیگه باید فقط تارگتت یه یوزر خاص رو پیدا کنید. اما همه این کارها توی الگوریتم های مثل بیکریپت اتفاق میفتند و خیلی 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 هم سرراست و قشنگه. بیکریپت میاد چی کار میکنه؟ چند تا ایده قشنگم داره بیکریپت میاد بذارین اول بهتون نشونش بدم من میگم ایمپورت بیکریپت حالات دیفالت معمولا بیکریپت توش نیست ولی من اینجا چون 3 و 9 می بینم. آی پایتون سون میبینم آی پایتونم داره ران میکنه کافیه بیام بگم پیپ اینستال بیکریپت بیکریپت رو نصب میکنه یا بگم پیپ 3 تو یکی از پیپای 3 یا بگم پیپ 39 اینستال بیکریپت در نهایت بیکریپت رو نصب میکنیم خیلی خیلی چیز سرراستی اگر ببینیم میبینیم که اینا که حالا کلیه یه دونه چک پسورد داره جنریت سالت داره هش پسورد داره و یه KDF داره که حالا کلید رو در اصل درست میکنه اگه بخواین استفادهش هم بکنین خیلی سرراسته راسته یعنی میگین بیکریپت مثلا یه سالت برای من درست کن همیشه اجباری سالت داره یه نمک درست میکنه که قاطی کنه توی محاسباتش یا اینکه مثلا من میگم حالا فرزن به فرز سالت مساویه با بیکریپت جنریت کن یه سالت رو الان من یه سالت درست کردم که یه استرینگ باینریه اینه حالا یه خورده معناهاش رو نگاه میکنیم ببین اولش یه دو داره بعد یه دوازده داره بعد یه چیزی داره هر دفعه هم درست کنی یه چیز جدید در میاد دیگه چون در واقع رندوم توره. خب بعد کافیه یه چیزی رو اگه میخواین با این هش کنین حالا به عبارتی بیکریپتش رو در بیارین چنین چیزی رو میزنیم من میگم بیکریپت چی داره؟ چک پسورد جنریت سالت هش پسورد من میخوام یه پسورد رو هش کنم پسورد رو باینری بدین مثلا پسورد من هستش جادی یک دو سه و یه سالت هم باید بهش بدین که میگم همون سالت هست و میگه جوابش هش شما اینه شما اینو تو دیتابیس ذخیره میکنی با مزگی این چیه؟ اولش یه دونه دوبی داره که در اصل میگه من چجوری این هش رو انجام بده. یه کاست داره که میگه این کار چقدر باید سخت و پرهزینه باشه بعد دقیقا همین سالتتون رو داره تا نهیو دقیقا سالت رو همینجا داره و بعد هشی که درست کرده اینه در اصل شما یه استرینگ میده با تعریف اینی که این چجوری درست شده و شما میتونید این رو سیف کنید توی سیستمتون و من این رو تو دیتابیس هم سیف میکنم اگر بخوام با یه مکانیزم خیلی استاندارد این کارو بکنم تو دیتابیسم هم به جای پسورد این رو نوشتم دفعه بعد که طرف میاد پسوردش رو بزنه من میتونم بگم بی کریپت چک پسورد آیا من میخوام پسورد پاسوردی که طرف داده جادی یک دو سه چهاره چیزی که تو دیتابیس هست اینه یه خورده میگذره و میگه نه پسورد درست نیست ببینید من فقط این رو بهش دادم خودش سالت رو جدا کرده الگوریتم رو جدا کرده کاست رو جدا کرده در موردش کمی حرف میزنم و گفته نه این پسورد با این چیزی که من دارم نمیخونه خیلی سر راستر از هر روشیه که من و شما بخوایم درست کنیم دیگه اگه بگم یک دو سه میگه آره این میخونه دیدین یه خوردم طول میکشه چه موقعی درست کردن است موقعی کردنش چه موقعی چک کردنش یعنی وقتی میگین جن سالت سری درست میکنه وقتی میگیم بیا خیلی هم سری نیست ولی وقتی میگین که پسورد رو درست کن با. این جنس بیکریپت، هش پسورد که بهش میگین یک کمی طول میکشه این طول رو میتونیم بیشتر کنیم در موردش هفت ولی دیدین چقدر سر من فقط میگم که یه سالت برام درست کن بعد میگم حالا که سالت رو داری این رو برای من هش کن این پسورد رو یه خورده طول میکشه میگه تو برای این یوزر اگر پسوردش رو گذاشته این این رو ذخیره کن توی دیتابیس بعدا هر وقت طرف یوزر وارد کرد من فقط کافیه بهش بگم که چک پسورد کن اون پسوردی که الان وارد کرده رو با این هشی که تو دیتابیس دارم و بهت میگه این پسورد درسته اگه پسورد اشتباه بود یعنی جادی یک دو سه نبود مثلا جیش بزرگ بود به شما میگه این پسورد اشتباهه این مکانیزم خیلی 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 سرراست مرسوم و خوبیه و اتفاقا برخلاف حرفی که من زده بودم که حالا فیلد رو لازم نیست جدا نگه دارین برخلافش که نه در واقع این میاد خودش فیلد رو نگه میداره پروتکلش این شکلیه پروتکل که بهش نمیشه در واقع توضیحش این شکلیه کاری که اول میکنه میاد یه دونه دالر دو تا کاراکتر اینجا نگه میداره که این به شما میگه از چه الگوریتمی هش کرده بعد میاد این رو نگه میداره که این در واقع کاستشه چقدر هزینه داره این کار در مورد الان حرف میزنه و بعد یه علامت دلار داره که جداش کنه میاد انقدر بر اساس بایت سالت براتون میذاره میگه من با این سالت رسیدم به این هش شما میتونید اینا رو تنظیم کنید تو الگوریتم مثلا میبینین که الگوریتمای متنوعی داره دالر دو فقط اولین بی کریپتی بوده که اون موقع که درست شده از کریپت فرمت استفاده میکرده که تو یونیکس های خیلی 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 قدیمی ما بوده یک دو شایک پنج و شیش این دلار دو ای نشون میده که original specification did not define how to handle non ASCII characters the string must be UTF-8 encoded به خاطر اونو که ما یه بی میذاشتیم در واقع باینریش میکنه و اینجور چیز ها. ما اینجا چی داشتیم تو مال خودمون بذاریم ببینم ما همین دو بی داشتیم ما دو بی توی 2014 در اصل استفاده شروع شده شدن که یه مشکلی توی ایمپلمنتیشن اوپن بی داشتن تو بی کریپت و نکته با اون که فکر کنم دو تا تو تو حذف میکردی همچین کاری یه تا عجیبی توش بود یادم چی بود ولی در واقع اون فیکس کردن و میگه از این الگوریتم من دارم استفاده میکنم این فقط برای هش کردنشه بعدش میگه که اون کاست میاد که کاست خیلی چیز جالبیه بذارین خود چیز رو بهتون نشون بدم ببینین اینجوری کار میکنه بیکریپت بیکریپت میگه که وقتی که میخوای بیکریپت کنیم من ازت سه تا ورودی میگیرم سالت پسورد و کاست یه دونه هش بهت میدم که اون شکلیه که دیدینش اول میاد با یه الگوریتمی به اسم بلو فیش که حالا یه الگوریتمیه برای کار کرده اواقع ستاپ میکنه که چجوری پسورد رو درست کنه ولی این یه اضافه ای برش داره که کار بلوفیش فیش رو طولانی تر و پردردسرتر و سختتر میکنه چرا؟ شما وقتی میخوایم مهندسی معکوس کنین هش رو دارین و بارها و با بارها چیزهای مختلف رو با اون هش تبدیل میکنین به این میگین که مثلا من این هش خروجی رو دارم فرض کن پسورد یک باشه یک خب هشش میشه این شبیه این نیست پس یک نیست فرض کن دو باشه فرض کن سه باشه دائما در این الگوریتم هش رو ران میکنین پس اگه الگوریتم هش به اندازه زیادی کند باشه که شما نتونین تون 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 تون, تون, تون این کارو بکنین عملا الگوریتم هش خوبیه اینقدر هم کند نباشه که یوزرها اذیت بشن خیلی طولانی بمونن این در واقع یکی از حالا نبوخ میشه بهش گفته جذابیت های خیلی جدیه که این در واقع EKS بلوفیش داره پسورد شما رو میگیره یه سالت هم میگیره کاست رو هم میگیره و دو به توان کاست بار سعی میکنه که خودش رو تکرار کنه حالا خودش رو یه خود دقیق نیست اینجا ولی در واقع دو به طوان کاست بار توی لوپی این کار رو تکرار میکنه در نتیجه شما ای کاستتون رو فقط یکی ببرین بالاتر دو برابر زمانی که طول میکشه بیشتر میشه اونجایی که سالت درست میکردیم این اتفاق میافته. ببینین سالت من میتونم بگم کانت هم دیفالت فکر میکنم دوازده هست کانت راوند فکر کنم. آره. راوند هم دوازده هست دوازده روند سعی میکنه که این کارو بکنه من ممکنه بگم سیزده یا چارده هست بزنی نتبه کنیمش پونزده الان یه سالتیه که پونزده روند باید بیشتر کار کنه سه روند باید بیشتر کار کنه یعنی هشت برابر کندتره الان اگه من بزنم بیکریپت کن هشت کن پسورد جادی یک دو سه رو هشت برابر کندتر اتفاق میفته اگر سالتم رو بزرگتر کنم بکنم 16 دو برابر از دفعه پیش کندتر اتفاق میفته میبینید چقدر جالبه؟ در واقع شما میتونین با تنظیم کردن روندتون بگین چقدر تکرار این کار کند باشه کامپیوترها میدونین که 18 ماه حالا طبق فرمولی که حالا گفته بودن در واقع انتظار میرفته که هر 18 ماه سرعتشون دو برابر بشه شما اگه هر 18 ماه یه دونه به رامزتون اضافه کنین مشکلتون حل میشه و در این حال این اینجا هستش ببینید من وقتی گفتم 16 میگه که من با این الگوریتم با 16 راند با این مثلا حالا تا جایی که درسته سالت رسیدم به این هش در نتیجه عملا من فقط این رو تو کانفیگم زیاد کردم اگه بخوام چک کنم که آیا پسورد اینه میتونم به سادگی بگم که بیکریپت چک پسورد بکن طرف پسورد جادی یک دو سه رو وارد کرده و تو دیتابیس من این رو دارم از دیتابیس خودش میتونه بفهمه که راوندز 16 بوده و الگوریتم مشابه رو اجرا کنه بگه چه جالب من با جادی یک دو سه اتفاقا رسیدم به دید این دیدین چقدر کنتر شد در واقع شما یه جوری راوندزتون رو تنظیم میکنین تو بیکریپت که یوزر خیلی اذیت نشه سرور شما هم هنوز بتونه چندین نفر همزمان لاگین کنن به اندازه کافی هم طول بکشه حالا اگه یه هکر اینو پیدا کنه هر دونه پسوردی که میخواد تست کنه انقدر طول میکشه نمیتونه یه ماشین بذاره مثل همه رو تست کنه بره جلو این یکی از چیزهای خیلی جذاب توی بیکریپته یه چیز خیلی قشنگه تو بیکریپت اونو در واقع میتونین اینجا ببینین ببینین ریپیت میکنه دو به توان کاست و اکسپند کی میکنه رو این کار یه چیز خیلی بامزه دیگه, دیگه که حالا آخر نمیدونم آخری شده ببینیم چیا بامزه است توی بیکریپت اینه یعنی که بیکریپت یه جورایی برعکس کار میکنه پسوردی که شما بهش میدین استفاده میشه برای ستاپ کردن سیستم در واقع با پسورد شما یه سری کلید درست میکنه یا حالا یه کلید درست میکنه و چند ساب کلید درست میکنه بستگی به جزئیات داره حالا در واقع الان ساب کلید درست میکنه ولی منظورم کلیت منطقه با پسوردی که شما بهش میدین یه کلید درست میکنه بعد یه عبارت استاندارد رو با اون شروع میکنه رمز کردن با الگوریتم ECB ECB شناخته شده از کاملا به 64 بار تکرارش میکنه یعنی در اصل من بهش یه پسورد میدم پسورد من رو تبدیل میکنه به یه دونه حالا میخواستم مثلا استیت به یه دونه کلید فرض کنین و بعد میاد یه عبارتی که همیشه همینه او بی اس دی اوپن بی میاد از اوپن بی اومده خیلی از این کد. اولا این اصلا یه چیزی فکر کنم اوپن بی اس طوری بوده حتی شاید اوپن بی بوده بعدا حالا ایمپلمنتیشن جدید ترش این عبارت رو استفاده کرده که الزاما زمان وصل نباشه به اوپن ولی حتی تو پایتون هم کد اوپن بی اس استفاده میشه و کاری که میکنه اینه که میاد از پسورد شما یه جور کی درست میکنه 64 بار این تکست دیفالتی که همه میدوننش رو با ECB و اون کی که شما درست شده از کلیدتون رمز میکنه به عنوان خروجی به شما اون هش رو میده خیلی بامزه در واقع یه عبارت ثابتی رو با کی که شما بهش میدین رمز میکنه میگه خروجیش این میشه نفر بعدی دوباره کی رو میده میگه همون میشه یا نه آره این هم خیلی 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 بامزه است ولی اشکالات منطقی هم توش داره مثلا الگوریتمی که استفاده میکنه یه محدودیتی داره ایناش ماکسیموم میتونه 72 بایت باشه پسوردتون یعنی معمولا اینجوریه که 72 بایت بیشتر باشه اگه پسوردی که میدین بقیهش رو در نظر نمیگیره و ترانکیت میکنه و چیزهای دیگه ولی جذابیت خیلی بزرگش که میخواستم بهتون نشون بدم اونه که امکان در واقع کاست بهش میدین در نشه کامپیوترها که پیشرفت میکنن شما میتونین خورد خورد کاستتون رو هم ببرین بالا اینجوری نیست که بگن یه زمانی انقدر کامپیوترها سریع شدن که دیگه بیکریپت امن نیست این تیکه باحالی بود که گفتم بهتون بگم اگه خودتون دوست داشتین چک کنین همزمان میتونین برین بیکریپت رو هم ببینین و بیکریپت چیز داره بیکریپت پایتون لایبریش در واقع لایبری سیه اگر برین سورسش رو ببینین چندان چیز غریبی هم نیست چون خب بقیار استفاده میکنید که دیدین که الگوریتمش خیلی الگوریتم عجیبی نبود این بیکریپت سورسش بیکریپت جوی درستی رفته این پای ببینین در من تیکیه چیزش رو میخواستم C رو میخواستم این آنی نیست که ما میخواهیم بی uh, کریپت فکر میکنم ما باید میرفتیم توی کریپ سبقایی من کجاییم چنج لاگ ستاندارد کریپتوگرافی یوزیج C code this library uses code from OpenBSD. خب آره این کجاست ولی؟ آه هوم پیج این در واقع اینجاشه دات گیت هاب تست سورس چند بار میرم توش امیدوارم که یه بار <laughs> اینا باشه هارگو راست شده مسکه خیلی جالب بود کی فکرشو میکرد هش پسورد پسورد سالت یکی از انتقادات دیگهش به اینه که بیس 64 که استفاده میکنه بیس 64 خودشه با استاندارد فرق داره ولی چون دیگه با اون شروع کردن با همون هم پیش میرن ولی این واقعا عجیب و جالب بود شاید هم یه اشتباه میکنم ولی حالا خیلی هم حساس نیستم بهش یعنی در نمیخوام که وقت شما رو بگیرم حین خوندن این ولی واقعا جالب و عجیب بود انتظارش هم سی باشه آره خودم گفته سیه هنوز هایی رو اشتباه میکنم ولی مهم نیست قندم باشه این بود درست قطع کردم بعد فکر کردم سرچ کنم چه کاری بود قطعش کردم ببینین سرچ کنم بعد سرچ کردم دنبال پایتون بی کریپت پایتون بی کریپت با سیه ولی آت دیتده در چه احتمالا جایگزین شده با ورژن راستیش منم ندیده بودمش مدت های مدیدی بود و جالب بود در واقع این اون چیزی بود که من دیده بودم قبلا آره این بود که در واقع میاد درست میکنه اینجور روش هایی که داره استفاده میکنه رو کد خیلی عجیبی هم نداره اگه میدونین که در واقع الگوریتم چیه اون این اینجاست این عبارت خاص این هم خیلی بامزه است این یه اصطلاحی داره که الان یادم نیست چیه ولی یه چیز تقریبا رندوم تقریبا واضحه اینه که آقا اینه دیگه حالا من سری حرف انتخاب کردم با اول اوپن بی اس که طرف آدما مطمئن باشن که چیز عجیبی پشتش نیست تقریبا یه عبارت رندومیه که انتخاب شده ولی با نمک خلاصه آره بیکریپت قدیمی ظاهرا حالا اگه بازم درست بگم پایتون بیکریپت که نوشته با سی بوده الان این تیکه ماجولش با راست نوشتن جالب